یه نکته این که فصل 3 کتاب که اتفاقا خیلی پر از مثال های جالب از بازی های مجموع صفر هست رو ما فقط به دلیل محدودیت زمانی و اینکه سرفصلی که باید پوشش بدیم خب خیلی گسترده هست از روش میپریم و جزء درسمون نیست، ولی توصیه میکنم خودتون مطالعه بکنید. تشکیل شده از یه سری مثال های از بازی های مجموع صفر که این در واقع بازی ها همه بازی هایی هستن که روی گراف های مثلا انجام میشن، یعنی دو بازیکن یک در واقع گرافی وجود داره که روی اون گراف حرکات تعریف شده و قوانین بازی تعریف شده و مثال های جالبی هست برای فهم در واقع بازی های مجموع صفر هم خیلی مفید هست. بنابراین ما از روی این فصل رد میشیم و خب امروز در واقع فصل 4 کتاب رو شروع خواهیم کرد که جنرال سام گیمز یا میتونیم بگیم بازی های مجموع کلی یا بازی های کلی، یعنی بازی هایی که دیگه لزوماً مجموع صفر نیستند، این بازی ها رو میخواییم بررسی بکنیم که حالا پیش بینی میکنم شاید 2 یا 3 جلسه رو این فصل به خودش اختصاص بده و اینکه این فصل فصل مهمی هست از جهت اینکه پایه چندین تا از فصل های آینده و مباحث آینده درسمون هست. در واقع اینجوری بگیم که اون چیزی که در شاخه های مختلف با عنوان نظریه بازی شناخته میشه عمدتا همین نظریه بازی های مجموع کلی یا جنرال سام هست، یا بازی های کلی ما به اختصار میگیم و اشتراکات و تفاوت های زیادی با بازی های مجموع صفر دارن این بازی ها که توی این جلسه در قالب یه سری مثال به این هم شباهت ها و هم تفاوت ها اشاره خواهیم کرد و همونطور که خواهیم دید مفهوم تعادل نش مفهوم مرکزی و مهمی خواهد بود در این فصل و خواهیم دید که دیگه استراتژی های تضمینی اون نقشی که تو بازی های مجموع صفر داشتن و اینجا ندارن، جای خودشون رو به تعادل نش میدن. راجع به شباهت‌ها و تفاوت‌های این در واقع دو نوع جواب صحبت خواهیم کرد و اینکه در واقع مثال‌های متعددی خواهیم دید که این مثال‌ها هم تو فصل‌های بعد بعضن بهشون برمیگردیم. خب تا اینجا سوالی نکته‌ای اگر هست بفرمایید. چارچوب کلی بازی‌های در واقع مجموع کلی یا بازی های کلی این هست که ما دیگه لزوماً فرض نمی کنیم جمع آیدی دو بازیکن صفر هست، یعنی اینطوری نیست که اگر بازیکن یک آ امتیاز بگیره بازیکن دو آ امتیاز از دست بده، بلکه ممکنه بازیکن دو بی امتیاز بگیره که حالا بی ممکنه مثبت یا منفی باشه. بنابراین ما این دفعه برای معرفی هر قوانین بازیمون نیاز به دو تا ماتریس داریم، ماتریس های آیدی بازیکن یک و ماتریس آیدی بازیکن دو، ماتریس آی جی و ماتریس بی آی جی. که معنی آی جی چیه؟ یعنی اگر بازیکن یک حرکت آیا انجام بده و بازیکن دو حرکت جیا انجام بده، بازیکن اول آی جی امتیاز میگیره، بازیکن دوم بی آی جی امتیاز میگیره، که آی جی و بی آی جی هم میتونن مثبت باشن و هم منفی باشن. خب بریم تو چند تا مثال این رو ببینیم. یه مثالی که توی جلسه معرفی درس هم بهش اشاره کردیم و جز معروفترین مثال‌های نظری بازی هست کلن، این مثال رو با هم ببینیم. مثال معمای زندانی بهش میگن. داستان از این قرار هست که در واقع حالا اینجا فرض میکنیم دو تا فرد مزنون به یک مثلا جرمی رو دستگیر کردن و
خب شواهد کافی هم البته پلیس نداره برای اینکه اینها رو محکوم بکنه و میاد در واقع روشی که به کار میبره برای اینکه اینها اعتراف بکنن به جرمشون این هست که اینا رو در دو تا سلول جدا از هم زندانی میکنه که هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن و یه پیشنهادی بهشون میده و هر کدومشون پیشنهاد میده که در واقع بیاد اعتراف کن به جرمت و اگر تو اعتراف بکنی و طرف دیگه اعتراف نکنه مثلا تو آزاد میشی و طرف دیگه 10 سال میره زندان، اما اگر هر دوتون مثلا اعتراف بکنید 8 سال هر کدوم میرید زندان. ولی خب اگر هم هر دو سکوت کنید چون که شواهد کافی نداره پلیس، فقط نهایتا میتونه 1 سال اونها رو محکوم به زندان بکنه. این داستان این مثال هست و حالا الان تحلیل میکنیم که از دید این بازیکنها که این دوتا زندانی هستن تصمیم گیری تو این بازی به چه صورت خواهد بود و چه اتفاق غیر منتظره‌ای در واقع میفته اینجا. نکته ای که هست، اولا ما دیگه از این به بعد ماتریس آیدی ها رو، هر دوتا ماتریس آیدی دو بازیکن رو توی یه جدول نمایش میدیم به این صورت که هر خونه این جدول مثلا این داره میگه که اگر بازیکن یک این حرکت رو انجام بده، بازیکن دو این حرکت رو انجام بده، بازیکن یک چند امتیاز میگیره، بازیکن دو چند امتیاز میگیره. اینجا آیدی ها نشون دهنده تعداد سالاییه که میره زندان اون زندانی در واقع، و تو این حالت این حالتی بود که هر دو سکوت میکردن که هر کدوم 1 سال میرن زندان. مثلا این حالتی هست که بازیکن اول اعتراف میکنه 0 سال زندان میره یعنی آزاد میشه و بازیکن دوم سکوت میکنه و به همین دلیل در واقع 10 سال زندان میره، و این حالتی هست که هر دو اعتراف میکنن که هر کدوم 8 سال زندان میرن. حالا خودمونو بذاریم به جای این دو بازیکن یه لحظه. بازیکن اول با خودش چی فکر میکنه؟ میگه که خب من اگر من نمیدونم طرف مقابل اون زندانی دیگه چی کار خواهد کرد، اگر اون سکوت کنه خب منم اگه سکوت کنم 1 سال میرم زندان، ولی اگه اعتراف کنم که آزاد میشم بهتره دیگه. اگرم اون اعتراف کنه خب باز من چیکار میکنم؟ اگر من سکوت کنم که 10 سال میرم زندان، ولی اگر منم اقلا اعتراف کنم 8 سال میرم زندان. بنابراین اتفاقی که میفته اینه که طرف مقابل هر کاری بکنه، اون بازیکن دیگه هر کاری بکنه، من به نفعم اعتراف کنم. درسته؟ یعنی اینکه استراتژی اعتراف کردن، یعنی این سطر از ماتریس آیدی نفر اولش رو که نگاه میکنید چیه؟ یک استراتژی غالبه، به همون معنایی که ما استراتژی غالب و مغلوب رو قبلا تو بازی مجموع صفر دیدیم. یعنی چی؟ وقتی میگیم یک استراتژی غالبه برای یک استراتژی دیگه، یعنی تحت هر شرایطی بهتر مساوی اونه. اینجا غالب اکیده، اصلا اکیدن بهتر از اون هست. خب بنابراین بدون شک باید بازیکن اول اعتراف بکنه. همه اینا با فرض اینه که بازیکن اول فقط و فقط دنبال ماکسیموم کردن آیدی خودشه دیگه، یعنی اصلا آیدی بازیکن دیگه براش اهمیت نداره، چیزی که در واقع تو همه مثالهایی که میزنیم این فرض رو ما داریم دیگه. بازیکن دوم هم همین فکر رو با خودش میکنه، اونم دقیقا چون این بازی وضعیت متقارنی داره دیگه، نیاز نیست دوباره استدلال رو بگیم، بازیکن دوم هم کاملا مثل بازیکن اول وضعیتش. بنابراین بازیکن دوم هم استراتژی غالبش اعتراف هست. پس نتیجه بازی وقتی هر دو بازیکن کاملا در واقع افراد منطقی و دنبال ماکسیموم کردن آیدی خودشون باشن، این خواهد بود که هر دو اعتراف میکنن، و البته این چیزیه که در واقع اون پلیس دنبالش بوده و اصلا این سازوکار این بازی رو به نحوی چیده که این خروجی حاصل بشه، در حالی که خروجی مطلوب برای هر دو بازیکن چیه؟ اینه که هر دو سکوت کنن.
این اتفاق جالبیه که توی این معما توی این بازی میفته. یعنی یه خروجی وجود داره که اکیداً برای هر دو بازیکن بهتر از یه خروجی دیگه است، ولی هر بازیکن وقتی منطقی فکر میکنه و تصمیم میگیره به اون خروجی بدتر میرسه و هیچ راهی وجود نداره که این دو بازیکن منطقی پیش خودشون فکر کنن و به این خروجی منفی یک و منفی یک برسن، به خاطر اینکه هر کدومشون وقتی که حتی مطمئن هم باشه که طرف مقابل قرار سکوت بکنه، خب پیش خودش میگه پس من اعتراف کنم که منفی یک هم بشه صفر دیگه، یعنی یه واحد بهتر بشه آیدیم. و این در واقع داستان این مثال هست. این در واقع نقطه شروع تفاوتاییه که بین بازی‌های مجموع صفر و بازی‌های کلی وجود داره. حالا تو مثال‌های بعدی نکات از زوایای دیگه‌ای رو هم خواهیم دید. یه نکته جالب در مورد این بازی اینه که اولا خب این بازی نتیجه منطقیش کمی با تجربیات ما در زندگی روزمره فرق داره دیگه. البته به هر حال ما فرض نمی‌کنیم که ما همه در زندگی شخصی افراد خودخواهی هستیم که فقط دنبال ماکسیموم کردن مطلوبیت خودمون هستیم، ولی به عنوان مثال در فضای کسب و کار بالاخره هر مدیر عامل یک شرکتی، هر شرکتی دنبال اینه که در چارچوب قوانین موجود اون مثلا سود خودش رو ماکسیموم بکنه. ولی ما می‌بینیم که در فضای بیزینس هم گاهی همکاری بین افراد شکل می‌گیره، یعنی اینطور نیست که در واقع همه دنبال این باشن که توی شرایطی شبیه معمای زندانی چیکار بکنن، اون انتخاب عدم همکاری یا اعتراف رو در واقع در پیش بگیرن. بنابراین کمی عجیب به نظر میاد، یعنی آیا ممکن نیست ما وضعیتی شبیه معمای زندانی داشته باشیم که انتخاب منطقی افراد توی اون همکاری با همدیگه باشه؟ اینجا در واقع همکاری یعنی بین زندانی ها همکاری، یعنی هر دو سکوت کنن که به نفع هر دوشون باشه. یعنی آیا ما ممکنه در فضایی مثل فضای کسب و کار که افراد و شرکت ها دنبال بیشینه کردن سودشون یا آیدی خودشون هستن، ممکنه مشاهده کنیم که به نحوی با هم همکاری میکنن که وضعیت برد برد حاصل بشه برای هر دو؟ معمای زندانی اینو نشون نمیده. توی بازی معمای زندانی منطقی بودن افراد نتیجهش اینه که در واقع این باخت باخت حاصل میشه براشون. ورژن‌های دیگه ای از معمای زندانی وجود داره که به نظر میرسه شاید این پدیده توش مشاهده بشه، یعنی اینکه برد برد واقعا یک خروجی منطقی بازی باشه. یه نمونه ایش که بازم این کار نمیکنه توش معمای زندانی هست که تکرار بشه، که اینو در فصل‌های بعد که بازی‌های تکرار شونده رو می‌بینیم راجعش صحبت خواهیم کرد. البته اینجا هم توی تمرین همین فصل بهش پرداخته که اگه مثلا شما قرار باشه با یک فرد دیگری به تعداد فیکسی مشخصی مثلا 10 بار بازی معمای زندانی رو بازی کنید، خب وقتی قرار هست شما به تعداد زیاد معمای زندانی رو بازی کنید، ممکنه به نظر برسه که خب پس من شروع کنم به همکاری کنم با طرف مقابل، چون اگه من از همون اول اعتراف کنم یعنی این باخت رو باعث بشم رخ بده، خب دفعه بعدم اون طرف مقابل طبق همین فرض حرکت من همین اعتراف رو انتخاب خواهد کرد و در نتیجه به ضرر هر دومون میشه. پس شاید وقتی که قراره این بازی تکرار بشه من بیام و همکاری کنم با اون طرف مقابل. نکتهش اینه که با یه استدلال در واقع بکوارد که حالا خودتون روش فکر کنید تو این تمرین میشه نشون داد که تو این حالت هم همکاری رخ نمیده، یعنی باز خروجی که حرکتی که بازیکن‌ها انجام میدن اعتراف خواهد بود. ولی یه ورژن اصلاح شده وجود داره که توی اون همکاری میتونه رخ بده و اون چیه؟ و اون وقتیه که شما بازیتون نمیدونید به چه تعدادی بار قراره تکرار بشه، به یه تعداد رندومی قراره بازی تکرار بشه، یعنی هر بار که یه دست شما بازی رو انجام میدید به یه احتمالی ممکنه دست بعدی هم در کار باشه که شما بازی رو انجام بدید. تو اون شرایط باز اینو هم در آینده در فصل بعد خواهیم دید که
میتونه وضعیت منفی 1 و 1 به عنوان یک وضعیت تعادل یا در واقع یک خروجی منطقی از این بازی حاصل بشه، که گفتم راجبه این بعدا صحبت خواهیم کرد. خب فعلا برگردیم به مثال های دیگری که داریم. یه مثال باز خیلی جالب که قابلیت تطبیق روی موقعیت های مختلف توی زندگی روزمره و فضای کسب و کار و فضای سیاست و اقتصاد و غیره داره، این مثال در واقع شکار گوزن هست، که البته این مثال هم خیلی به خوبی تفاوت بازی های کلی با بازی مجموع صفر رو به ما نشون میده. داستان این از این قراره، بیایم روی نقاشی قشنگی که داره توضیح بدیم. دوتا شکارچی هستن که اینا قصد دارن یه گوزنی رو شکار کنن. در حین این که در تلاش برای شکار اون گوزن هستن، یه خرگوشی رو میبینن. حالا هر کدوم از اینا دوتا آپشن داره، یا به تلاش برای شکار گوزن ادامه بده یا بره دنبال خرگوش. نکتهش اینه که خرگوش مثلا حالا آیدیش برای این دوتا بازیکن کمتر از گوزنه. حالا اینجا به عنوان مثال فرض کرده گوزنه 4 برابر خرگوش آیدی داره. و دیگه اینکه اگه اینا هر دو برای شکار در واقع خرگوش یه نفر هم میتونه شکار کنه کافیه، ولی برای شکار گوزن هر دو نفرشون همکاریشون لازمه. خب پس اگر یکی بره دنبال گوزن و اون یکی بره دنبال خرگوش، اون خرگوش رو به دست میاره ولی اون یکی گوزن رو به دست نمیاره. اگر هر دو برن دنبال گوزن، گوزن رو شکار میکنن، نصف میکنن بین خودشون. اگر هم برن هر دو دنبال خرگوش، باز خرگوش رو شکار میکنن، بین خودشون نصف میکنن. و حالا سوال اینه که تو این بازی چه اتفاقی خواهد افتاد. خب اولین کاری که میکنیم طبق معمول جدول آیدی ها رو رسم میکنیم. ببینیم توی این بازی که اینجا هست جدول آیدی هاش، حرکت های بازیکن ها رو با S یعنی اون گوزنه و H یعنی اون خرگوشه ما نشون میدیم. پس هر کدوم یه حرکت S و H دارن. و آیدی ها چیه؟ اگه هر دو برن دنبال S، مثلا فرض کن آیدی خرگوش 2ه، آیدی گوزن 8ه، اون 8ه تقسیم میشه بینشون میشه 4 و 4. اگر یکی بره دنبال گوزن، اولی دنبالی دومی دنبال خرگوش، خب اولی که رفت دنبال گوزن هیچی بهش نمیرسه، 0ه. اون یکی رفت دنبال خرگوش، کل خرگوش بهش میرسه که 2ه. اگر هم هر دو برن دنبال خرگوش، خب هر دو شکارش میکنن و نصفش میکنن، نفری 1 آیدی بهشون میرسه. خب و اینکه این بازی همه بازی متقارنه، یعنی دو بازیکن کاملا نسبت به همدیگه یه وضعیت دارن، فقط اسمشون بازیکن 1 و 2ه، تفاوت دیگه ای نداره. خب بیام این بازی رو تحلیل بکنیم از دید بازیکن ها. ما توی بازی مجموع صفر یه چیزی که بررسی میکردیم استراتژی‌های تضمینی بود. اینجا به نظر شما استراتژی‌های تضمینی چی هستن؟ استراتژی تضمینی تعریفشون چی بود؟ یادتون هست؟ استراتژی‌های تضمینی، استراتژی تضمینی این بود که هر بازیکن فرض میکنه بدترین اتفاق ممکن قراره بیفته براش و بر اساس اون تصمیم میگیره. اگه با استراتژی تضمینی بخواد نفر اول تصمیم بگیره چی میگه؟ میگه که من اگر S رو انتخاب کنم، بدترین اتفاق ممکن اینه برام، آیدیم 0 میشه، پس اینجا بدترین اتفاق ممکن 0. اما اگر H رو انتخاب کنم، بدترین اتفاق ممکن چیه؟ یه بار 2، یه بار 1، بدترینش میشه 1. پس این دفعه بدترین اتفاق ممکن 1ه، پس این بهتر از اینه دیگه. پس اگه بخواد با استراتژی تضمینی فکر کنه، خرگوش رو انتخاب میکنه. نفر دوم هم عیناً همین استدلال رو میکنه، اونم اگر با استراتژی تضمینی فکر کنه، اونم خرگوش رو انتخاب میکنه. و باز از این جهت شبیه معمای زندانیه که یک خروجی حاصل میشه که اکیداً بدتر از یه خروجی دیگه‌ایه که میتونست برای هر دو بهتر باشه. یعنی اینجا
حرکت کردن با استراتژی تضمینی باعث میشه که در واقع اینا اون برد برد رو از دست بدن. خب منتها اینجا یه نکته هم علاوه بر معمای زندانی داره. نکته اینجا اینه که استراتژی تضمینی اصلا منطقی بودن طرف مقابل رو در نظر نمیگیره. ببینید بازیکن یک وقتی داره میگه که من بدترین حالت رو در نظر میگیرم، یعنی داره فکر میکنه پیش خودش که طرف مقابل ممکنه خرگوش رو انتخاب بکنه. ولی خب آخه طرف مقابل چرا باید خرگوش رو انتخاب بکنه، در حالی که اگر هر دو برن دنبال گوزن، نه تنها در مجموع از همه حالتهای دیگه بهتره، بلکه اگر یکیشون تخطی بکنه از این خرگوش باز برای اون بدتر خواهد بود. یعنی این اگر بیاد به همون شکار گوزن ادامه بده 4 تا نصیبش میشه مثلا نفر اول، اما اگر عوض کنه تصمیمش رو بره دنبال خرگوش، خب 4 خودشه که داره میشه 2. یعنی اینکه این بدترین حالتی که ما به طور بالقوه در نظرش میگیریم، حتی برای طرف مقابل هم حرکت منطقی و در واقع به نفعش نیست هستن. خب این تفاوتی که اینجا وجود داره و این خیلی خوب نشون میده که نقطه ضعف استراتژی تضمینی توی در واقع بازی‌های کلی چیه. اینجا اتفاقی که میفته، راجع به نشی کولیبری ما حالا صحبت بکنیم، ببینیم نشی کولیبری ما چیه، یادآوری کنیم تعادل نش رو. اول تعادل نش خالص رو راجبش فعلا صحبت کنیم. تعادل نش خالص یه در واقع آی و جی بود، آی ستاره و جی ستاره ای بود که نفر اول حرکت آی ستاره رو انجام میده، نفر دوم جی ستاره رو انجام میده و هر بازیکن با فرض اینکه طرف مقابل تصمیمش رو تغییر نمیده، انگیزه ای برای تغییر تصمیمش نداره. خب بیان ببینیم تعادل نش خالص اینجا چیا هستن. یه جدول تر و تمیز بیاریم دوباره. پس قراره که چی باشه؟ بیا بیان دیگه هم داشتیم از تعادل نش دیگه. حرکت هر بازیکن بهترین پاسخ به حرکت طرف مقابل است. این یه بیان، یا معادلن بیان دیگه این بود که با فرض ثابت بودن حرکت طرف مقابل، بازیکن ها انگیزه ای برای تغییر حرکت خود ندارند. خب حالا به صورت ریاضی هم اینو میشه نوشت، بعدن یکم جلوتر چند دقیقه دیگه تعریف دقیقش هم می‌نویسیم، ولی همین الان مشخص منظورمون چیه دیگه. بیاین ببینیم توی این استراتژی‌های خالصی که بازیکن‌ها دارن، یعنی این که فعلا ترکیبی نیست دیگه، قطعیه، احتمالاتی نیست، کدوما از این 4 تا جفت در واقع میشن تعادل‌های نش خالص. و مثلا تو این حالت وقتی ما هستیم، تو این حالت هر بازیکنی اگر تصمیمش رو تغییر بده، ببینیم به نفعش میشه یا به ضررش. خب بازیکن یک رو دیدیم دیگه، اگر تصمیمش رو از S به H تغییر بده 4ش میشه 2، پس این انتخاب رو نمی کنه. بازیکن دو هم اگر از S به H تغییر بده باز 4ش میشه 2، پس این هم انتخاب رو نمی کنه. بنابراین این یه تعادل نش هست. خب بقیه رو در نظر بگیریم. 0 و 2، 0 و 2 اگر بازیکن اول تصمیمش رو از S به H تغییر بده 0ش میشه 1، بهتر میشه وضعش، پس این تعادل نش نیست. همچنین اینجا بازیکن دوم اگر تصمیمش رو از S به H تغییر بده 0ش میشه 1، پس اینم تعادل نش نیست. 1 و 1 چی؟ تو وضعیت 1 و 1 اگه بازیکن اول اچش رو بکنه اس، 1ش میشه 0، پس وضعش در واقع بدتر میشه. بازیکن دوم هم همینطور، اگر بازیکن دوم هم اچش رو بکنه اس، امتیازش که 1 بوده میشه 0، یعنی وضعش بدتر میشه. یعنی این هم یه تعادل نشه. بنابراین 2 تا تعادل نش برای این بازی، 2 تعادل نش خالص پیدا کردیم.
تعادل های نشء خالص، یکی اس او اس یعنی هر دو برن دنبال گوزن، یکی هم اچ او اچ. خب یعنی اینجا واقعا هر دو اینا تعادل نشء هستند برخلاف معمای زندانی. تو معمای زندانی اون اتفاق خوب که قرار بود بیفته براشون یه تعادل نشء نبود اصلا. این هم یه بررسی بکنیم. ببینید توی معمای زندانی اینجا تعادل نشء چیا بودن؟ اگر هر دو میخواستن سکوت بکنن، خب نفر اول تصمیمشو از سکوت به اعتراف تغییر میداد و ازش بهتر میشد، پس این تعادل نشء نیست. تو این حالت چی؟ تو این حالت هم اگر نفر اول باز از سکوت به اعتراف تغییر وضعیت میداد و ازش بهتر میشد، پس اینم تعادل نشء نیست. مشابهن اینم تعادل نشء نیست و اینجا تنها تعادل نشء منفی 8 و منفی 8. تنها تعادل نشء خالص این هست که اعتراف بکنن هر دو، اعتراف و اعتراف. خب یعنی اونجا این وضعیت خوبی که ما دنبالش بودیم اصلا جز تعادل های بازی نبود. جالبی مثال شکار گوز این هست که اون وضعیت مطلوبی که ما دنبالشیم اصلا خودش یکی از تعادل ها هست. خب ولی به هر حال روش استراتژی تضمینی ما رو میندازه توی یه تعادل نشی که برای هر دو بدتر هست. خب این هم یک مثال. حالا جلوتر که ما تو مثلا دقیقا نشون میدیم چطوری تعادل نشء ترکیبی رو میشه حساب کرد، تعادل نشء ترکیبی این مثال رو هم حساب خواهیم کرد و خواهیم دید که یه تعادل نشء ترکیبی هم داره و اون اینه که هر بازیکن با احتمال 1/3 S رو بازی کنه و با احتمال 2/3 H رو بازی کنه و در اون حالت آیدی در واقع امید آیدی هر بازیکن 4/3 خواهد بود. پس تعادل نشء ترکیبی، تعادل نشء ترکیبی تو این مثال میشه به احتمال 1/3 S و 2/3 H. آیدی هاشون هم که مشخصه، اگه هر دو S بازی کنن آیدی هر کدوم 4، هر دو H آیدی 1 و تو این حالت هم آیدی 4/3. این هم یکی دیگه از تفاوت های بازی های کلی با بازی های مجموع صفر. تو بازی های مجموع صفر ممکن بود تعادل یکتا نباشه، ولی اگر هم تعادل یکتا نبود ارزش اون تعادل ها یعنی آیدی هر بازیکن تحت اون تعادل ها یکی بود، همون وی بود که ارزش کل بازی بود. ولی تو بازی های کلی به عنوان نتیجه که تو این مثال ها دیدیم، در بازی های کلی ممکن است تعادل نشء یکتا نباشد و حتی آیدی بازیکن ها در تعادل های نشء متفاوت با هم نابرابر باشد. این وضعیتیه که تو بازی مجموع صفر ما نداشتیم. برخلاف بازی مجموع صفر اینجا همچین اتفاقی ممکنه بیفته، که البته یه مقدار در واقع خود مفهوم تعادل نشء رو هم با چالش مواجه میکنه و اون چالش این هست که خب بالاخره شکارچی و اون شکارچی ها تو این موقعیت کدوم حرکت ها انجام خواهند داد. ما یه حسی بهمون میگه که خب اگه آدم های به معنای روزمره عاقلی باشن خب باید برن دنبال گوزن دیگه، خب چون به نفع هر دوشونه. ولی از منظر تعادل نشء و نظریه بازی هر دو اینها به عنوان تعادل های خالص و این یه دونه به عنوان تعادل ترکیبی به یه اندازه موجه به نظر میان. مگه ما معیارهای دیگه‌ای برای انتخاب از بین این تعادل‌های نشء داشته باشیم؟ که البته در طول درس یه ویژگی‌های در واقع تکمیلی برای تعادل نشء
ارائه خواهیم کرد، انواع مختلفی از تعادل نشت که توی اونها ممکنه برخی از این تعادل نشت ها کنار برن، به یک دلیل موجهی در واقع دیگه تعادل نشت خوبی نباشن. ولی تا اینجای درس از منظر تعادل نشت همه این سه تا وضعیت موجه و معقول هستن. خب اینم از این مثال. مثال دیگه هم اینجا کتاب معرفی کرده، حالا با عنوان جنگ و صلح، که داستانش از این قرار هست که میگه فرض کنیم دو تا کشور رو در نظر بگیریم که یک در واقع اختلافاتی دارن که باید اونو از طریق دیپلماسی یا از طریق حمله نظامی حل بکنن. هر کدوم از اینا دو تا حرکت پس داره، حرکت دیپلماسی و حمله نظامی. حالا آیدی هایی که برای اینا در نظر گرفته اینه، در واقع میگه اگر هر دو دیپلماسی رو انتخاب بکنن وضعیت دو دو، آیدی دو دو نصیب میشه. اگر هر دو جنگ رو انتخاب کنن، خب برای هر دو هزینه داره، منفی یک منفی یک. اگه یکی جنگ رو انتخاب کنه یکی دیپلماسی، فرض میکنه اونی که دیپلماسی رو انتخاب کرده هزینه منفی دو داره و اونی که جنگ رو انتخاب کرده صفره مثلا هزینش. یه همچین وضعیتی هم حالا بیایم در نظر بگیریم ببینیم تو این بازی چطور میشه تحلیل کرد. خب نظر شما چیه تو این بازی؟ خودمون رو جای البته اینجا در مورد دو تا کشور نیست، مثالش گفته کشور ولی اینجا یه شرکت رو نوشته. حالا مثلا فرض کنیم کشور، مثلا جای کشور اول خودمون رو بذاریم، خب این پیش خودش چی میگه؟ میگه که اگه طرف مقابل دیپلماسی رو انتخاب کرده باشه، بذاریم بیاریم اینجا، چی میگه کشور اول؟ کشور اول میگه که خب اگر طرف مقابل دیپلماسی رو انتخاب کرده باشه، برای من کدوم بهتره؟ برای من این دوه بهتره، دیپلماسی بهتر از اتکه. اما اگر اون اتک رو انتخاب کرده باشه، اون وقت برای من کدوم بهتره؟ برای من هم در واقع بذار این فلش رو اینوری بزنیم، آره دیگه اونی که بهتره، آره اینجوری بزنیم. اگر هم این اتک رو انتخاب کرده باشه، اونی که بهتره این دفعه اتکه، به نفعمه که منم حمله کنم. خب این از دید کشور یک. کشور دو چی میگه؟ کشور دو میگه که اگر این دیپلماسی رو انتخاب کرده باشه، شبیه همون، بهتره منم دیپلماسی رو انتخاب کنم. اگر این اتک رو انتخاب کرده باشه، من این دفعه بهتره که اتک رو انتخاب کنم. حالا تو این وضعیت کدوم وضعیت تعادل هستن به نظر شما؟ مثلا وضعیت در واقع بهتر بود من فلش ها رو برعکس میکشیدم، اونجوری اتفاق خوبی میافتد. از دید بازیکن یک دو بهتر از صفر اینجا و منفی یک بهتر از منفی دوه. از دید بازیکن دو هم این دوه از صفر بهتره، این وری میکشمش. یعنی اگر تو این وضعیت باشه تغییر میده تصمیمشو به این، و اگر تو این وضعیت باشه تغییر میده، در واقع اگر اینجا باشه تغییر میده تصمیمشو به این. خب تو این بازی تعادل نشت اون وضعیتیه که هیچ یال خروجی نداشته باشه، یعنی هیچ بازیکنی ترجیح نده که چیکار کنه وضعیتشو تغییر بده. که کدوما هستن؟ دوباره دو دوه و منفی یک و یکه. یعنی توی این بازی وضعیتی که هر دو دیپلماسی رو انتخاب کنن یا تعادل نشه، وضعیتی که هر دو هم حمله نظامی رو انتخاب بکنن یا تعادل نشه، حالت دیگه تعادل نشه نیستن، چون حداقل یه بازیکن ترجیح میده از اون وضعیت خارج بشه. خب آره اینجا یه نکته جالبی هم گفته، در واقع یه ارتباط نزدیکی بین این دوتا ماتریس آیدی هست، میتونید ببینین. در واقع ماتریس آیدی این بازی پایین
همون آیدی های بالا رو منهای دو کرده همه رو، یه عدد فیکسی از همه آیدی ها کم کرده. در نتیجه قاعدتا این دوتا بازی معادلن عملا، یعنی از منظر تحلیل بازی اینها یکی هستن. و بازی مثال دیگه هم ببینیم. آره این مثال هم ببینیم، بعد بریم صورتبندی کلی تعادل نش و محاسبه اون توی مثال هایی رو انجام بدیم. خب ببین این مثال، این هم مثال واقعیه. میگه که فرض کنید مثلا دو تا بازیکن ما اینجا کیان، یک راننده ای هست که میخواد، یعنی میتونه با پارک کردن توی یه جایی که پارک ممنوع هست ولی راحته در دسترسه، در واقع ماشینش رو اونجا پارک کنه، یا نه میتونه بره یه جایی که پارک ممنوع نیست و میتونه پارک کنه، قانونی پارک کردن ولی سخته مثلا پارک کردن اونجا، رسیدن به اونجا. این دوتا آپشن رو داره. حالا باز از منظر کاملا نفع شخصی، جدا از زیر پا گذاشتن قانون، داریم بهش نگاه میکنیم از دید اون راننده. پس این دوتا حرکت داره، قانونی یا غیر قانونی. و مثلا فرض کنید یه مأمور شهرداری هم هست که این میاد چک میکنه ببینه که آیا افراد در جای قانونی ماشینشون رو پارک کردن یا نه. این هم دوتا آپشن داره، بیاد بازرسی بکنه یا نه بازرسی نکنه. خب آیدیا چطور هست؟ فرض میکنیم برای اون راننده اگر یه جای پارک قانونی بذاره که خب آیدیشو صفر فرض میکنیم، اما اگر یه جای غیر قانونی بذاره از نظر اون راحتی که این جای پارک براش داشته مثلا 10 تا آیدی کسب میکنه. اما اگر اون مأمور بیاد و متوجه این امر بشه، جریمه میکنه این فرد رو، مثلا 100 تا جریمه میکنه که برایندش میشه مثلا منفی 90 تا جریمه. اما خود اون مأموره چی؟ خود اون مأموره هم در واقع اینجا از دید مثلا شهرداری نگاه بکنیم، اگر بازرسی نکنه خب هیچ زحمتی براش نداره بازرسی کردن و چک کردن و کنترل کردن. اما در صورتی که این غیرقانونی پارک کرده باشه، خب این یک هزینه‌ای برای شهر داره دیگه، بنابراین از دید شهرداری منفی 10 تا هم هزینه در این صورت لحاظ میکنه اینجا. ولی حالا اگر که این غیرقانونی پارک کنه بعد اینم جریمش کنه، حالا از اون پول جریمه‌ای که میگیره تا حدودی اون هزینه‌ای که از نظر ترافیکی برای شهر داره رو جبران میکنه و منفی 6 میشه آیدی اون مثلا شهرداری از این اتفاق. خب حالا سوال این هست که اینجا ببینیم اینجا در واقع تعادل های نش چی هستن. خب با همون روشی که گفتیم بریم جلو ببینیم کجا کدوم بازیکن ترجیح میده تصمیمش رو عوض کنه. مثلا اینجا بازیکن یک اینو ترجیح میده دیگه، 10 رو به 0 ترجیح میده. یعنی اگر قرار باشه بازیکن دو بازرسی نکنه، خب این ترجیح میده که جای غیرقانونی پارک کنه دیگه، چون در واقع برای خودش هیچ هزینه نداره، فقط برای شهر هزینه داره. بازیکن یک چی؟ بازیکن دو چی؟ بازیکن دو، حالا بذار تو این حالت هم بررسی کنیم. تو این حالت چی؟ اگه قرار باشه طرف بازرسی بکنه، خب این ترجیحش اینه که جای قانونی پارک بکنه، پس صفره بهتر از منفی 90. حالا بازیکن دو، اگر بازیکن یک بخواد جای پارک قانونی پارک کنه، خب بازیکن دو ترجیحش اینه که دیگه بازرسی نکنه، دیگه به زحمت نیفته. ولی اگر این قرار غیر قانونی پارک کنه چی؟ بازیکن دو ترجیحش اینه که بازرسی بکنه که حداقل اینو جریمه بکنه.
حالا اینجا اتفاق جالب میفته. تعادل نش گفتیم اونایی هن که هیچ خروجی نداشته باشن دیگه. اینجا اتفاقی که میفته اینه که شما هر وضعیتی رو در نظر بگیری، یکی از بازیکن‌ها ترجیح میده وضعیتش رو تصمیمش رو تغییر بده، حرکتش رو تغییر بده، یه حالت دوری در واقع پیدا میکنه. و من اینجا اصلا تعادل نش وجود ندارد، منتها تعادل نش خالص. تو این مثال اصلا تعادل نش خالصی وجود نداره و اون وضعیتی که هر کدوم از وضعیت‌ها رو بگیرین اصلا فرق نمی‌کنه، هر وضعیتی رو بگیرین یکی از دو بازیکن به نفعشه که حرکتش رو تغییر بده و از اون وضعیت خارج بشه. از نظر حالا اینجا از نظر استراتژی تضمینی هم بررسی کرده. از نظر استراتژی تضمینی لحظه به این فکر کنیم، استراتژی تضمینی اگر راننده بخواد تضمینی فکر کنه، یعنی اینکه بدبینانه فکر کنه، خب بدترین حالت رو در نظر میگیره. تو این حالت بدترین حالت اینه براش که خیلی بده، تو این حالت بدترین حالت صفره، پس اینو انتخاب میکنه. بازیکن دوم چی؟ بازیکن دوم در واقع اگه اینو انتخاب کنه، بدترین حالتش اینه که خب خیلی بده، اگر اینو انتخاب بکنه بدترین حالتش اینه که یه ذره بهتره. بنابراین بازیکن دوم هم استراتژی تضمینیش این خواهد بود. یعنی اگر اینا تضمینی بخوان بازی کنن، نتیجه میشه که راننده قانونی پارک میکنه و اون بازرس هم حتما بازرسی رو انجام میده. بنابراین ما به این حالت میرسیم. ولی به هر حال این حالت گفتیم یه تعادل نش نیست. چون اگر ماموره بدونه که این قرار جای پارک قانونی بذاره، دیگه میگه بی خیال بازرسی دیگه و میاد بازرسی نمیکنه. پس مثالی هم دیدیم که تعادل نش خالص وجود نداره، اما تو این مثال تعادل نش ترکیبی وجود داره که باز میگم با روشی که خواهیم گفت بعدا میتونیم حسابش بکنیم. البته اینجا اصلا حسابش هم کرده، بذار ما هم بگیم در واقع با همون تکنیکی که قبلا حساب میکنیم تعادل نش رو، در همون تکنیک مساوی قرار دادن آیدی ها میاد این کار رو میکنه. میگه که فرض کنیم میخوایم یک تعادل نش ترکیبی پیدا کنیم تو این بازی پارکینگ، چون قرار ترکیبی باشه، مثلا نفر اول با احتمال X حرکت اولش رو انجام بده، با احتمال 1 منهای X حرکت دوم، یعنی مثلا با احتمال X قانونی پارک کنه، 1 منهای X غیر قانونی، دومی هم با احتمال Y بازرسی نکنه، با احتمال 1 منهای Y بازرسی بکنه. فرض کنیم وای بین 0 و 1 باشه، قراره یه استراتژی ترکیبی پیدا بکنیم. یادتون باشه ایده چی بود؟ میگفتیم وقتی یه تعادل نش اگه داشته باشیم که وایش بین 0 و 1 باشه، یعنی از نظر بازیکن دوم هم حرکت بازرسی کردن و هم حرکت بازرسی نکردن یه آیدی داره. چون اگر آیدی یکی بزرگتر بود، بازیکن دوم نمیومد اونو با یه احتمال مثبتی انتخاب کنه، همه احتمالو میذاش روی اونی که آیدیش بزرگتره دیگه، اونی که کوچیک‌تر رو انتخاب نمی‌کرد. بنابراین پس باید آیدی دو حرکت بازیکن دوم تحت این استراتژی، تحت این استراتژی بازیکن اول با هم مساوی باشه. همون روشی که قبلا حساب می‌کردیم، آیدی‌ها رو حساب کرده و مساوی قرار داده. میگه که الان راننده داره با احتمال X قانونی پارک می‌کنه، با احتمال 1 منهای X هم غیر قانونی. حالا آیدی نفر دوم رو ببینیم. در صورتی که بازرسی نکنه میشه x ضرب در 0 منهای 10 ضرب در 1 منهای x، که این میشه سمت چپ این تساوی. اگر بازرسی بکنه میشه منفی 1 ضرب در x منهای 6 ضرب در 1 منهای x، که میشه سمت راست تساوی. این دوتا رو هم مساوی قرار داده و ساده کرده و در واقع x به دست میاد از این که شده چقدر؟ x شده 18. و مشابهن برای y همین استدلال رو به کار برده، یعنی این بار میگه که حرکت های x باید یه آیدی براش داشته باشه، از مساوی قرار دادن اینها یه y به دست میاد که اون میشه y 19. و برای این ما یک تعادل ترکیبی هم پیدا کردیم و اون اینه که راننده با احتمال 18 قانونی پارک میکنه، 20 غیر قانونی. این این ماموره هم با احتمال چقدر 19 بازرسی نمیکنه، 1 بازرسی میکنه، یعنی 10% وقتا رندوم
میاد و بازرسی رو انجام میده. این هم یک تعادل نش هست که اکسپیکتد پی آفش رو هم گفته دیگه، برای اون مأموره در واقع، برای بله برای مأموره اکسپیکتد پی آفش اینجا منفیه 2 هست. ببینیم همین میشه الان اگر با احتمال 9/10 در واقع ضرب داره منفی 10 این میشه منفی 9 به علاوه 1/10 ضرب داره خب بعد همه رو ضرب کنیم دیگه، حالا میشه اینو حساب کرد دیگه، امید آیدی نفر دوم رو حساب کرده به نظر میادم درسته، میشه منفی 2. بنابراین تو این مثال یه تعادل نش ترکیبی هم پیدا کردیم و این در واقع اتفاق جالب و خیلی مهمیه که در بازی‌های کلی میفته، که اگرچه ممکنه حتی تعادل نش وجود نداشته باشه خالصش، ولی تعادل نش ترکیبی همیشه وجود داره و این قضیه اساسی خواهد بود که در فصل بعدی اثباتش خواهیم کرد. تعادل نش ترکیبی همواره وجود دارد. بسیار خوب. خب حالا در ادامه قصد داریم که در واقع تعادل نش رو دقیق تعریف کنیم و روش محاسبهش هم به صورت دقیق ریاضی بیان کنیم. خب یک صورتبندی ریاضی دقیق از بازی‌های کلی و مفهوم تعادل نش داشته باشیم و بعد دو تا مثال دیگر رو تو این جلسه مطرح کنیم و باقی مطالب میمونه برای جلسه بعد. خب همونطور که گفتیم یک بازی دو نفره کلی توسط یک جفت ماتریس آیدی M در N مشخص میشه که M تعداد حرکت های مجاز بازیکن 1، N هم تعداد حرکت های مجاز بازیکن 2 و اون ماتریس ها هم AIJ و BIJ در واقع آیدی های بازیکن اول و بازیکن دوم هستن. مفهوم استراتژی ترکیبی و خالص کاملا مثل قبله. استراتژی خالص وقتیه که شما دقیقا یکی از M تا حرکت یا N تا حرکت رو بازیکن انجام بدن. استراتژی ترکیبی این هست که با یه احتمالی هر کدوم از حرکت های مجازشون رو انجام بدن، که برای بازیکن یک استراتژی ترکیبی در واقع بردار M تایی هست که درایه ها نامنفی و جمعشون یک هست. برای بازیکن دو هم همینطور، یه بردار N تاییه و جمعشون یکه و نامنفی هستن. مفهوم تعادل نش رو همون چیزی که در تعریفش گفتیم و به زبان ریاضی اگر بخوایم بیان کنیم، در واقع گفتیم تعادل نش یک جفت استراتژیه، یعنی یک ایکس استار و وای استاریه که داره چه ویژگیه؟ داره این ویژگیه که هر بازیکن اگر حرکت بازیکن دیگر بدونه، همین حرکتی که الان انجام میده را باز انجام میده، انگیزه برای تغییرش نداره. بنابراین پس یه جفت ایکس استار و وای استاره که ایکس استار جزء استراتژی نفر اول، وای استار جزء استراتژی نفر دومه و بر نفر اول با فرض فیکس بودن استراتژی نفر دوم، هر استراتژی دیگه‌ای که انتخاب کنه آیدیش کمتر مساوی همین آیدی فعلی خواهد بود. الان این عبارت آیدی بازیکن اول تحت استراتژی ایکس استاره، هر استراتژی دیگه ای مثل ایکس انجام بده آیدیش کمتر مساوی این خواهد بود، بنابراین انگیزه برای تغییر حرکتش، تغییر استراتژیش نداره. و همینطور برای بازیکن دوم، بازیکن دوم هم این آیدیش تحت همین استراتژی ایکس استار و وای استار هست. حالا اگر وای استارش رو تغییر بده به وای، داره میگه که آیدیش باید کمتر مساوی بشه، پس اون هم انگیزه برای تغییر نداره. خب این تعریف تعادل نش. خود مثالی که تا اینجا دیدیم اگه اشتباه نکنم همهشون مثالی متقارن بودن، یعنی که دو بازیکن تعداد حرکتاشون و حرکتاشون و آیدیاشون تحت اون حرکت ها کاملا مثل هم بود، تقارن داشت.
اگه بخوایم به زبان ماتریسی بگیم، در واقع یه بازی رو وقتی میگیم متقارن هست که اگر جای دو بازیکن رو عوض کنیم و جای نفر اول دوم یعنی عوض کنیم، آیدی هاشون هم عیناً عوض شه، یعنی آ آی و جی مثل بی جی و آی باشه، برابر باشه با بی جی و آی. و معادلن یه جفت استراتژی رو هم میشه گفت متقارن. طبیعتا وقتی بازی متقارن میشه اون ام و ان هم مساوی هن دیگه، چون در واقع آ به نوعی داره میشه ترانهاده بی و آبی هم ماتریس های ام در ان هن، بنابراین امشون باید مساوی انشون باشه. و وقتی که یه جفت استراتژی داشته باشیم اینو میگیم سیمتریکه یا متقارنه، اگر که یکی مساوی باشه مؤلف ها، یعنی ایکس آی مساوی وای آی، یعنی که هر بازیکن اون حرکت مجازش رو با همون احتمالی بازی کنه که بازیکن دیگه داره بازی میکنه. حالا اهمیت این استراتژی ها و بازی های متقارن رو اشاره خواهیم کرد، ولی یه نکته مهم که در ذهن داشته باشید این که خواهیم دید که وقتی بازی قواعد بازی متقارنه، یعنی یه بازی متقارن داریم به این معنا، در صورت تعادل نش متقارنی هم خواهیم داشت. خب حالا یه مثال جدید مطرح میکنیم، تعادل نشش رو محاسبه میکنیم با هم و بعد یه نکته جالبی در مورد این مثال خواهیم گفت که مقدمه بر یکی از مباحثی که در آینده خواهیم دید. یه مقداری مثال شبیه اون مثال شکار گوزنه، ولی یه تفاوتی با هم داره. داستانش از این قراره، مثلا دو تا یوز پلنگن که میخوان دو تا آهو رو شکار کنن. اون آهوها فرض کنیم یکیش بزرگتره یکیش کوچیکتره، اونی که بزرگتره رو با ال نشون میدیم، اونی که کوچیکتره رو با اس نشون میدیم، و هر کدوم از این یوز پلنگا به تنهایی میتونه هر کدوم از اونها رو که میخواد بره و شکار کنه، منتها اگر هر دوشون سراغ یکی از اینا برن خب قاعدتا نصف میشه آیدیش بینشون. بنابراین اگر هر دو آهوی بزرگ رو انتخاب کنن که اون ال کوچیک آیدیش خواهد بود، تقسیم میشه بینشون و خواهد شد ال دوم و ال دوم. اگر هم هر دو کوچیکر رو انتخاب کنن میشه اس دوم و اس دوم، ولی اگر یکی بزرگ یکی کوچیک بشه خب هر کی همون آهویی که در واقع شکار کرده میرسه. خب یه همچین مثالی رو در نظر بگیریم و اینکه شکارچی ها هم برعکس اون مثال به جای اینکه آدم باشن یوز پلنگن، یک نکته داره که در ارتباط با در واقع تکامل زیستی، به این دلیل شکارچی ها تو این مثال حیوان انتخاب شدن که این نکته رو آخر مثال خواهیم گفت. نکته جالبی از ارتباطی بین گیم تئوری و نظریه تکامل در زیست شناسی. خب اول بیایم مثال رو تحلیل بکنیم. نکته اول این که اگر این ماتریس رو نگاه بکنیم، اون L و S کوچیک الان پارامترهای مسئله هستن دیگه. قاعدتا ما داریم فرض میکنیم که L بزرگتر از S دیگه، چون L قرار بود اون آهوی بزرگتر باشه. اگر L اونقدر از S بزرگتر باشه که حتی از 2S هم بزرگتر باشه، اون وقت اتفاقی که میفته اینه که L دوم از S بزرگتره، در نتیجه این از این بزرگتره، L هم از S دوم بزرگتره. نتیجهش اینه که استراتژی L برای هر دو بازیکن استراتژی غالبه هستن و هر دو هم اونو انتخاب خواهند کرد و اونم بهترین اتفاقی که میتونه برای هر دو بیفته. بنابراین در این حالت L استراتژی غالب هست. قسمت جالب وقتی پیش میاد که این L کوچیکتر از 2S باشه. توی این حالت ببینیم که چه اتفاقی میفته. بنابراین حالت 2S هم همینطور اونجا هم غالبه. وقتی L بین S و 2S باشه، ببینیم از زاویه دید یوز پلنگ ها داستان چجوری خواهد بود. اول ببینیم تعادل های نش خالص چی هن. خب یوز پلنگ اول
قاعدتا اس رو به ال دوم ترجیح میده دیگه، چون اس از ال دوم بزرگتره. پس اگه ال دوم باشه وضعیت فعلیش میاد به اس. تو اینجا چی؟ تو اینجا ولی ال رو به اس دوم ترجیح میده، چون ال از اس بزرگتره، از اس دوم هم بزرگتره دیگه. بنابراین از اس دوم اگه باشه میاد به ال. بازیکن دوم حالا چی؟ بازیکن دوم ال دوم رو در واقع اس رو به ال دوم ترجیح میده، یعنی اگه تو ال دوم باشه میاد تو اس. و بازیکن و در واقع توی این حالت هم ال رو به اس دوم ترجیح میده، یعنی اینکه اگه تو اس دوم باشه میاد تو ال. خب گفتیم تعادل نشه خالص میشه اون وضعیت هایی که خروجی ندارن دیگه، در واقع اینجا میشه اس و ال و ال و اس. پس این تعادل های نشه خالص هم. ال و اس، اس و ال، یعنی یکی از یوز پرنگا بره سراغ کوچیکه، یکی بره سراغ بزرگه. خب این به حال از منظر گیم تئوری تعادل هست که بازی ممکنه تو این تعادل قرار بگیره، اما از نظر حسی که ما نسبت به یوز پلنگا داریم، بعیده یوز پلنگا در مورد اینکه کدوم بره سراغ بزرگی و کدوم بره سراغ کوچیکی به توافق برسن. بنابراین خیلی بعیده که ما به صورت پایداری ببینیم که مثلا دو تا یوز پلنگ در چنین شرایطی در واقع به همچین تعادلی رسیده باشن. البته نمیدونم، من واقعا اطلاعی ندارم، ممکنم از همچین چیزی در طبیعت رخ بده. اما سوال اینه که آیا تعادل نشه ترکیبی هم داره این بازی که چی باشه؟ استراتژی دو تا یوز پلنگ توش یکی باشه. طبیعتاً چون اینا دو تا یوز پلنگ از همه یوز پلنگ‌های موجود هستن، قاعدتاً باید یه استراتژی رو دنبال کنن. بنابراین شهودن ما انتظار داریم در واقع یک استراتژی متقارن اینجا برای یوز پلنگا بتونیم پیدا کنیم. خب تو استراتژی خالص که نتونستیم متقارن پیدا کنیم، یعنی ال و ال و اس و اس اینا استراتژیای تعادلای نش نیستن با اینکه متقارنن. بنابراین اگر دنبال استراتژی متقارن باشیم، باید تو تعادلای نش ترکیبی بگردیم. حالا ببینیم آیا تعادل نش ترکیبی هم تو این مثال وجود داره یا نه، که این کار رو کتاب با همون ایده مساوی قرار دادن آیدی ها انجام داده، که بار اینجا دقیق با هم ببینیم. فرض کنیم که یوز پلنگ اول با احتمال x بره دنبال اون آهوی بزرگتر. خب پس یوز پلنگ اول با احتمال x اینو انتخاب میکنه، با یک منهای x اینو انتخاب میکنه. حالا از دید یوز پلنگ دوم نگاه کنیم. اگه استراتژی یوز پلنگ اول این باشه، یوز پلنگ دوم اگر ال رو انتخاب کنه چقدر آیدی خواهد گرفت؟ آیدیش میشه x ضرب در ال دوم به علاوه ال در یک منهای x. این آیدی بازیکن دوه. تو این حالت چی میشه؟ تو این حالت میشه x ضرب در s به علاوه یک منهای x ضرب در s دوم. خب حالا کتاب اسم اینو میذاره ال x و اسم اینو میذاره اینجا بنویسم s x. پس ال x چیه؟ ال x آیدی یوز پلنگ دومه وقتی که ال رو انتخاب کنه و یوز پلنگ اول استراتژیش x و یک منهای x باشه. این تابعی از x دیگه. اگر هم اسم انتخاب کنه اس ایکسه. ایده مساوی قرار دادن آیدیا چی بود؟ این بود که توی یک استراتژی ترکیبی، تعادل نش ترکیبی، باید آیدی هر بازیکن تحت انتخابای مختلفش یکسان باشه. فقط نکتهش این بود که در واقع تحت اون انتخابهایی که با احتمال مثبتی اونها رو بازی میکنه. اینو ما تو بازی مجموع صفر که دقیقش رو گفتیم، تو جلسه بعد راجع به بازیای کلی هم اینان همونو خواهیم گفت، اثباتش هم خیلی فرقی نداره. ولی اینجا شهودن معقوله دیگه. وقتی یوز پلنگ دوم داره ترکیبی بازی میکنه، پس قاعدتاً دوتا انتخابش باید آیدیش یکی باشه دیگه، وگرنه یعنی ترکیبی بازی نمیکرد. اونی که آیدیش بیشتر بود و انتخاب میکرد. پس ما باید LX و مساوی SX قرار بدیم.
خب معادلات رو بنویسیم، L دوم X به علاوه L در یک منهای X مساوی با SX به علاوه S دوم یک منهای X، بعد ببریم یه طرف رو تقسیم کنیم چی میشه؟ این یه دونه L منهای S دوم یه طرف میمونه. ضرایب X چی هن؟ یه L دوم داریم میاد اون بر میشه منفی L دوم، یه منفی S دوم، یه S میشه S دوم منهای اینجا هم این میشه من ها میاد اونور به علاوه میشه اس دوم به علاوه ال دوم ایکس مساوی این، بعد ایکس میشه چی؟ میشه دو ال من های اس تقسیم بر اس به علاوه ال. ببینیم کتاب هم همین رو به دست آورده. بله دقیقا همینطور. بنابراین استراتژی تعادل نش رو ما به دست آوردیم و چون بازی متقارنه اون معادلات رو برای بازیکن یکم بنویسیم همین معادله ها میشه و به همین ایکس استار میرسه. بنابراین میشه در واقع استراتژی که اگر همه یوز پلنگا با این استراتژی بازی کنن وقتی که به هم میرسن تو تعادل نش هستن. خب حالا یه نکته جالب اینه، ببینید اینجا میخوایم اون در واقع البته آیدی رو هم خب اینجا میتونیم به دست بیاریم دیگه، وقتی با این استراتژی بازی کنن آیدیشون هم طبق همین فرمول به دست میاد، یکی از اینا رو باید حساب کنیم. میشه المن های ال دوم ایکس، این ایکس رو جایگذاری کنیم تو این فرمول میشه آیدی اون یوز پلنگا تحت این استراتژی. حالا اون ارتباطی که گفتم بین نظریه بازی و نظریه تکامل زیستشناسی وجود داره چی هست؟ فرض کنید تو یک جامعه ای از یوز پلنگ ها، حالا جمعیتشون هر چقدر که هست، یه درصدیشون در دو نوع باشن اینها، حالا کتاب اسمشون رو گذاشته گریدی و غیر گریدی، مثلا حریص و غیر حریص. اون حریص ها اونایی هستن که آهوی بزرگتر رو میخوان، اون غیر حریصا اونایی هستن که دنبال آهوی کوچیک‌تر میرن. پس فرض کنیم یوز پلنگا، هر یوز پلنگ به تنهایی همیشه روشش اینه که یا دنبال بزرگ میره یا دنبال کوچیک میره. ولی تو این جامعه از یوز پلنگ ها فرض کنیم این دو نوع مخلوطن با هم دیگه، درصد X مثلا از کل جامعه گریدی ان، میرن دنبال ال، ال رو حرکت ال رو بازی میکنن، یک منهای X میرن دنبال S. خب حالا وقتی دو تا یوز پلنگ تو شرایط مشابهی میرسن به هم و میخوان شکار انجام بدن، خب چه اتفاقی میفته؟ اونی که میره دنبال ال آیدی اون چقدر خواهد بود؟ چون اون میره دنبال ال پس استراتژیش اله. اون یکی چیه؟ اون یکی رندومه. وقتی یک یوز پلنگ از نوع ال مواجه میشه با یوز پلنگ رندوم، اون رندومه به احتمال ایکس از نوع L به احتمال یک منهای X از نوع S. خب یعنی یک چرخش اینجا رخ داد، رندوم بازی کردن بازیکن ها رفت تو این که نوع اون بازیکن رندومه، یعنی اون بازیکنه یا از نوع L یا از نوع S، ولی ما احتمالش رو فرض کردیم X. پس وقتی من که L هم مواجه میشم با یک بازیکن رندوم آیدیم میشه LX، همون LXی که بالا نوشتیم. حالا اونی که غیر حریص هست یعنی از نوع S، وقتی مواجه میشه با یه یوز پلنگ رندوم آیدیش، امید آیدیش هست SX. حالا نکته اینه این دوتا LX و SX رو نگاه کنید، دوتا تابع خطی هن دیگه، اینجا نمودارش رو رسم کرده، این LX این هم SX. خب ساده کرده این شده 3 به علاوه 3X، اون شده 8 منهای 4X. و اونجایی هم که در واقع این توی حالت خاصیه، یه مثال خاصیه، اینجا حالتیه که مثلا L کوچیک باشه 8، S کوچیک باشه 6، تو این حالت جایگذاری کرده اون X استاره هم شده 5 هفتم. خب اتفاق که میفته اینه اگر شما Xتون یعنی اون نسبت، یعنی نسبت L ها توی جامعه بیشتر از این 5 هفتمه باشه، بیشتر از این ایکس استاره باشه، چه اتفاقی میفته؟ اس ایکس بیشتر از ال ایکس، یعنی اونجا در واقع یوز پلنگای نوع اس یک مزیت نسبی پیدا میکنن به یوز پلنگای نوع ال.
چرا؟ چون اینا آیدی بیشتری به طور متوسط نصیبشون میشه از شکار. خب پس چی شد؟ پس وقتی x بزرگتر از xs داره، s x بیشتر از l x. خب یعنی اینکه اگر نسبت l ها بیش از این عدد x استار باشه، s ها یک مزیت نسبی پیدا میکنن و این میتونیم تصور کنیم در دراز مدت باعث میشه که در واقع جمعیتشون بیشتر بشه نسبت به l ها. پس اگر جمعیت الها بیشتر از x ستاره باشه، یه نیروی در جهت مخالف باعث میشه جمعیت اسا بیشتر بشه و الها کم بشه. بنابراین به نظر میاد جامعه هول داده میشه به سمت اون تعادل x ستاره. برعکس اگر x کمتر از x ستاره باشه، یعنی تعداد الها کمتر از این x ستاره باشه نسبتش، اونجا الهای مزیت نسبی پیدا میکنن، LX بیشتر از SX میشه. در نتیجه در دراز مدت انتظار داریم جمعیت LH زیاد بشه. جمعیت LH که زیاد بشه، این جامعه رو هول میده به سمت جمعیت L بیشتر، یعنی میرسون نزدیک میکنه به X ستاره. برای من اتفاق جالب اینجا میفته. اینجا انگار X ستاره که بهش میگفتیم یه تعادل نش، یه تعادل جمعیتی هم هست. یعنی اگر جمعیت یه ذره فاصله پیدا کنه از X ستار، این نیروی در واقع طبیعت اونو سوق میده دوباره به سمت ایکس استار. خب و این در واقع نقطه اتصال بحث نظری بازی و نظری تکامل یا اِوولوشن هست که منجر میشه به تعریف یه نوع جدیدی از تعادل نش، یه نوع خاصتری از تعادل نش که در فصل 7 راجبش صحبت میکنیم که بهش میگن تعادل‌های به صورت تکاملی پایدار. یعنی اون تعادلایی که همین وضعیت جمعیت یوز پلنگ ها رو دارن، یعنی اگر شما یکم کم و زیادش کنی، نیروی در واقع طبیعت دوباره برمیگردونه اون جمعیت رو به همون تعادل x ستاره خاص. خب اینم از این مثال که با هم دیدیم. و خب یه مثال پایانی هم ببینیم. این مثال داستانش خیلی به نظر من مسخره می اومد، ولی حالا بیشتر شبیه طنزه، ولی حالا با هم ببینیم داستانش رو. این اسمی هم که روش گذاشته شده فکر می‌کنم بیشتر یک اصطلاح محاوره‌ای باشه که من هرچی فکر کردم به نظر من رسید بهترین معادل برای اسم این بازی رو کم کنی باشه. حالا وقتی قصهش رو بگم میتونید بگید که موافقید با پیشنهاد من یا نه. داستان از این قراره که دو تا راننده هن، اینا دارن با سرعت رو به هم حرکت میکنن و اگر به همین ترتیب ادامه بدن در واقع به هم برخورد میکنن. خب هر کدوم از دو تا انتخاب داره، یا به مسیر خودش با قدرت ادامه بده و یا اینکه به پیچه مثلا سمت چپ. خب پس این دوتا حرکت، پیچیدن و مستقیم رفتن، خب معلومه که چه اتفاقاتی میفته دیگه تحت حرکت های مختلف. اگر که حالا اینجا آیدی هایی که نوشته اینجا اینه، اگر هر دو به پیچن، فرض کرده آیدی یکه، خب هر دو خیلی محترمانه پیچیدن که پیشگیری کنن از وقوع یک حادثه. آیدی هر دو یک. اگر یکیشون بپیچه و اون یکی مستقیم ادامه بده، خب قاعدتا اونی که پیچیده خب یک زحمتی متحمل شده، اونی که مستقیم رفته مستقیم رفته دیگه. و خب یه مقدارم ممکنه تصور بشه که اونی که پیچیده مثلا ترسوتر بوده، خیلی زود پیچیده، یا دیگه خودتون داستانش رو بسازین. به هر دلیل آیدی که تو این حالت فرض میکنیم اینه که اونی که پیچیده آیدی منفی یک میگیره، اونی که مستقیم رفته آیدی دو، و برعکس اگر این مستقیم بره اون بپیچه دو منفی یک، و اگر هر دو مستقیم برن خب تصادف میکنن و هر دو یک آیدی منفی امی که یه عدد خیلی بزرگ هست ام نصیبشون میشه. خب این ماتریس آیدی ما هست تو این بازی. حالا بیایم این بازی رو تحلیل کنیم، تعادل نشش هم به دست بیاریم، هم
خالص هم ترکیبی، و ببینیم وابستگیش به اون پارامتر M در واقع چه جوری هست. خب اولا تعادل نش خالص ها رو به دست بیاریم. این یکه که ترجیح میده تبدیل به دو بشه، این منفی M تبدیل به منفی یک شه چون M عدد بزرگه. بعد اینجا این یک دو بشه، این منفی M منفی یک بشه. خب تعادل های نش خالص کدوم ها میشن؟ اونایی که خروجی ندارن میشه این دوتا، دو منفی یک و منفی یک و دو، یعنی وضعیت هایی که یکی مستقیم بره یکی بپیچه. مثلا وضعیتی که هر دو بپیچن این تعادل نش نیست، چون اگه شما مطمئن باشید طرف مقابل میپیچه دیگه شما مستقیم میری دیگه. پس خالص ها S و D و D و S. خب حالا ترکیبیشو به دست بیاریم. ترکیبی رو با همون ایده مساوی قرار دادن آیدیا میخوایم انجام بدیم. استراتژی نفر اول رو بگیریم x و یک منهای x، بعد آیدیا نفر دوم رو نسبت به اون استراتژی با هم مساوی قرار بدیم تو هر دو حرکت. اگر s رو انتخاب بکنه آیدیش میشه x منهای یک منهای x، اگر d رو انتخاب کنه آیدیش میشه 2x منهای m در یک منهای x. خب ساده که بکنیم این با این میره، بعد این x هم این هم با این میره، یک منهای x میشه یک اموم و x میشه یک منهای یک اموم. باز دوباره چون بازی متقارنه همین x استاری که برای بازیکن اول به دست آوردیم برای بازیکن دوم هم همین تعادل در واقع کار میکنه، پس ما به این تعادل رسیدیم. با احتمال یک منهای یک اموم بپیچن و با احتمال یک اموم مستقیم برن. این هم همینطور یک منهای یک اموم و یک اموم. و آیدیه چی میشه تو این حالت؟ آیدیه خب باید مثلا این x منهای یک منهای x رو که میشه 2x منهای یک، x ستاره رو بذاریم توش میشه در واقع x ستاره رو بذاریم اینجا میشه دو تا منهای دو اموم منهای یک میشه یک منهای دو اموم. این میشه آیدی دو بازیکن. باز چون متقارنه بازی برای یکیشون حساب بکنیم استراتژیمون هم متقارنه دیگه، دیگه برای اون یکی هم همین میشه. پس امید آیدی هر بازیکن هم تحت این استراتژی این خواهد بود. ببینیم مال کتاب همین بود. بعد دیگه یک منهای یک اموم شده x و آیدی هم یک منهای دو اموم شده. خب چند تا نکته جالب راجع به این مثال گفته که با هم چک کنیم ببینیم واقعا درست هستیم. مثلا یه نکته اینه که M چیه؟ M به نوعی جریمه اینه که تصادف بکنن دیگه، جریمه این که هر دو دی رو انتخاب بکنن. اگه هر دو دی رو انتخاب کنن، حالا نکته اینه وقتی M رو شما زیاد میکنی داری چیکار میکنی؟ داری خسارت تصادف رو زیاد میکنی. خب اونه نکته با افزایش M آیدی ها کاهش پیدا میکنه دیگه، آیدی ها کاهش پیدا میکنه. خب آیدی ها تو جدول نگاه کنی، خب اینا که اصلا به M ربطی نداره، این هم وقتی شما M رو زیاد کنی خب بدتر میشه دیگه، ولی نکته جالب اینه که امید آیدی افزایش پیدا میکنه، ولی امید آیدی افزایش پیدا میکنه. این یعنی یه جوری رفتار عجیب تعادل نش رو داره نشون میده دیگه. تو بازی مجموع صفر باز این وضعیت نمیتونست رخ بده. اگه شما ماتریس آیدی رو مثلا بر بازیکن اول بعضی درایه هاشو زیاد بکنی مثلا کم بکنی، ارزش بازی هم برای بازیکن اول کم میشه حتما. اما اینجا ما آیدی ها رو کم کردیم برای هر دو بازیکن، ولی امید آیدی تو تعادل نش برای هر دو زیاد شده. دلیلش اینه که با تغییر این ماتریس آیدی اصلا خود تعادل نشه داره تغییر میکنه دیگه، و به هر حال توی محاسبات نهایتا اون امید آیدیه باعث شده که زیاد بشه. این یک نکته. ام
دیگه نکته بعد اینجا، آره اینجا مثلا یه نکته دیگه اینه که وقتی که این تعادل ترکیبیمون بود دیگه، یک منهای یک اموم و ام رو بازی کنن هر دو، وقتی که مثلا تو تعادلی هستیم که یکی دی رو بازی میکنه و یکی اس، آیدیا چی میشه؟ برای این دو میشه، برای اون منفی یک میشه. بنابراین ولی تو این حالت میشه یک منهای دو اموم دیگه. این یک منهای دو امومه از دو بدتره ولی از منفی یک بهتره. خب حالا اینجا یه نکته گفته، گفته که این نقاشیش خیلی خوب اینو نشون میده. میگه فرض کنید یکی از راننده ها فرمون ماشینش رو بکنه بندازه بیرون. حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته. تو این حالت این راننده داره تضمین میکنه که دیگه اصلا نمیتونه دور بزنه. خب وقتی این نتونه دور بزنه، یعنی بازی تبدیل به چی میشه؟ یعنی این بازیکن اول اصلا این سطر رو حذف کرده، دیگه جزء گزینه‌هاش نیست. داره میگه که من فقط مجبورم اینو بازی بکنم. حالا تو این بازی جدید که بازیکن اول یه حرکت داره و بازیکن دوم دو حرکت، تو این بازی چی میشه گفت؟ تو این بازی اتفاقی که میفته اینه که چون نفر دوم باید بازی کنه، نفر دوم به وضوح این قالبه براش، این قالبه، یعنی نفر دوم تو این حالت که مطمئن نفر اول دی رو بازی میکنه، به نفع خودشه که اس رو بازی کنه. بنابراین این مثالی از وضعیتاییه که شما با حذف گزینه‌های خودت میتونی باعث بشی آیدیت بیشتر بشه. چرا؟ چون الان با این کار بازیکن اول آیدیش میشه دو و این کار رو از طریق حذف گزینه‌های خودش انجام داده، در حالی که تعادل ترکیبی که وجود داشت مثلا یک منهای دو امون بود که از دو کمتر بود. و حالا اسمی که روی این میذاره به عنوان binding commitment یا ترجمه میشه کرد تعهد الزام آور، یعنی شما اگه بتونی تعهدی بدی که الزام آور باشه، به این معنی که طرف مقابل باور کنه که شما اونو انجام خواهی داد. چطوری باور کنه؟ مثل همین مثال با کندن فرمون. در این صورت این حرکت شما میتونه تعادل نش هایی ایجاد بکنه که آیدی بهتری برای شما داشته باشه. البته لزوما تو همه بازی ها اینطور نیست، بعضی بازی ها تعهد الزام آور میتونه آیدی شما رو کم بکنه که حالا خواهیم دیدین. و یه مثال دیگه هم زده که اینم باز به رانندگی مربوطه، که یه مسیر در واقع دو طرفه یه که فقط یه ماشین از توش رد میشه و دو نفر در واقع اینجا با هم رسیدن و یکیشون با در آوردن روزنامه و مطالعه اون روزنامه داره این سیگنال رو میده که من وقت خیلی زیادی دارم و هیچ عجله‌ای ندارم. و طرف مقابل در صورتی که اینو باور کنه، قاعدتا به نفع خودشه که بره کنار بذاره تا این رد شه. این هم نمونه دیگه ای از در واقع یک سیگنالی که در صورتی که طرف مقابل بتونی به باورونی به طرف مقابل، ممکنه آیدی شما رو بیشتر کنه. خب اینجا این بخش تموم میشه. ما در جلسه بعد به بازی های کلی بیش از دو نفر خواهیم پرداخت برای اولین بار تو درس. فکر میکنم تا الان همه مثال هامون بازی دو نفره بودن دیگه. نکته جالبه حالا نظری بازی های جنرال سام اینه که ریزالت ها تقریبا برای حالت کلی چند نفره هم صادق هست. مفهوم تعادل نش رو خواهیم دید برای حالت چند نفره و مثال هایی از بازی های چند نفره رو خواهیم دید و تحلیلشون خواهیم کرد. اون قضیه اساسی که گفتیم در مورد وجود تعادل نش، اون در بازی های چند نفره هم برقرار هست که در همون حالت کلی چند نفرش در فصل بعد اون رو ثابت خواهیم کرد.
خب مباحث این جلسه تموم شد، اگر سوالی نکته ای هست بفرمایید.